سلام به همه. سلام سلام. امروز میخوایم در مورد یه چیزی صحبت بکنیم که خیلی هم کاربردیه و الان استفاده ازش زیاد شده، اونم اینترنت. زیاد نشده، همه استفاده میکنن. هم اینترنت خونگی رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم، همون دیتایی که توی موبایل استفاده میکنیم. میخوایم ببینیم تو ترکیه قیمتش چنده و از شما میخوایم که با جایی که هستین مقایسه کنین. پایین کامنت بذارین ببینیم چی به چیه، کدوم کشور از این نظر بهتره. بریم شروع کنیم. بریم. بچه ما دو ماه پیش اینترنتمون قراردادش تموم شده بود، چون اینجا قرارداد دو ساله هستش. فرصت نکرده بودیم بریم تمدید کنیم. چند روز پیش رفتیم قرارداد رو تمدید کنیم و استوری گذاشتیم توی اینستاگرام، حالا قیمت و اینکه چه جوری هستش رو گذاشتیم. دایرکتمون ترکید از اینکه حالا یه سریامون گفتن چقدر ارزونه، یه سریامون گفتن چه جوری هستش، یه سریامون گفتن وای توی ایران اینجوری شده، سرعت اونطوری هستش. گفتیم که الان بهترین فرصته که این ویدیو رو بسازیم. کاملا میتونه براتون کاربردی باشه، چون یه فرق اساسی با همدیگه داره. بعضی شاید تو ایران بگن آقا مثلا 34% گرون شده، بعضی بگن نه با 3 برابر من دارم پول اینترنت میدم. از اون طرف یکی میگه که آقا مثلا آپلود چطوره، دانلود چطوره، سرعتش چقدره. اینا رو من بهتون یه عدد و رقم دقیقی میدم، بعدش با همدیگه میتونن مقایسه کنن. چون به نظر من اینترنتی که ما تو ایران داشتیم، که خب خدا بونم تجربه زندگی داشتیم و یه سفرم جدیدن رفتیم ایران و برگشتیم، سرعت اینترنتی که تو ایران داریم شوخیه نسبت به چیزی که حتی تو ترکیه داریم. حالا شاید کسایی که کشور دیگه هستن بگن اینترنت شما خیلی خفن نیست نسبت به جایی که ما هستیم، مثلا تو کانادا و آمریکا سرعت خیلی خفن تره. ولی خب دوستایی هم داشتیم که از آمریکا اومده بودن و از انگلیس هم اومدن، گفتن اینترنت شما اینترنت پرسرعتیه، یعنی ما اونجا هم همچین سرعت بالاتری نداریم. البته بستگی به انتخاب خودتون داره. اول از همه چیزو بگم، ما 9 تا اپراتوره اپراتور اینترنت خانگی تو ترکیه داریم. یه بار دیگه از اول بگو. اپراتور توی ترکیه داریم که خب 5 تای اول خیلی معروفن، 4 تای دیگه هم هستن ولی من دیگه قیمتای اونا رو در نیاوردم. ولی اون 5 تای اول رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. اولیش مال ترکسله، یعنی شرکت ترکسل اینترنت خانگیش، بهش میگن ترکسل سوپر آنلاین. بعدی اسمش ترکسته، ترکسته و اسمش رو گذاشتن کابلونت، کابلونت ترکسات. نشنیده بودم. منم نشنیده بودم. ترکسل البته شاید بیشتر شنیدم، چون که اسم یه مدل سیم کارت هم هست دیگه ترکسل. این 5 تا 3 تاشون همونایین که دیتا هم ارائه میدن، بقیه دیتا اصلا ارائه نمیدن. بعدش ودافون، ترک تلکام و یکی هم ترک نت. این 5 تا 5 تای معروفی هستن که خب خیلی، یعنی از اون 16 مگابایت پر سکند دارن تا 100. من فکر کنم ترکنت جدید باشه، به خاطر اینکه جدیداً من دارم تبلیغش رو میبینم، یا اینکه جدیداً داره تبلیغ میکنه. شاید به عدد رو ارقامی رسیده که الان تبلیغ کنه، چون من نگاه کردم اینا جدیدترینشون مال سال 2013 بودن. آها. یعنی خیلی وقته که اینا حضور دارن ولی در ابعاد بزرگی نبودن که بخوان اینقدر تبلیغ بکنن. 4 تا شرکت دیگر هم اگر بخوام بگم، میلنیکوم، دی اسمارت، نت اسپید و دیجی ترک. اینا هم 4 تای دیگه هستن که به اون 5 تا قبلی اضافه بشن، 9 تا اپراتور اصلی ترکیه هستن. اما اون 5 تای اصلی رو اگر در نظر بگیریم، یه مقداری سرعتایی رو دارن که خب حالا ما عددش رو میگیم مقایسه کن اصلا با ایران، چون من مال شاتل رو نگاه کردم خیلی متفاوت. توی ترکیه سرعتا از 16 مگابایت پر سکند شروع میشه. خندیدی؟ اما به شبیه مگاموات آقای رئیسی شد. نه این او بعض اوقات تو دهن نمیچرخه ولی آدم هی تکرار کنه بده. از 16 شروع میشه دیگه، بقیهش رو نمیگم که سودی نشه. سرعت یا 16 یا 20 یا 24 یا 35 یا 50 یا 100. جدیدن دارن امتحان میکنن سرعت 1000 رو هم بیارن توی چرخه، که ودافون 500ش رو آورده. خیلی این سرعت خفن. البته فکر کنم این سرعت بیشتر واسه شرکت ها باشه که تعداد آدمای بیشتری هم ازش استفاده میکنن، وگرنه ما خودمون اینترنتمون خیلی خوب هست، سرعتش فوق العاده است. چون ببین همین مثلا من میگم 24 یا مثلا میگم 100، 100 مگابایت بر ثانیه، یعنی 100 مگ تو هر ثانیه میتونین دانلود بکنین. معمولا سرعت آپلود و دانلود مساوی نیست، سرعت آپلود نصف دانلوده طبق آماری که تو خود
ترکیه دادن. بنابراین ما خودمون سرعتمون چنده؟ 24. یعنی مال ما از اون خیلی بالاها نیست و بالاترش هم واقعا به کارمون نمیاد. ولی جالب بودش، یکی از ایران به ما دایرکت داده بود، بچه به خاطر صدام هم ببخشید من یکم سر میخوردم، یکی از ایران به ما دایرکت داده بود، گفته بودش که وای شما سرعتتون 24 هستش، من فکر میکردم شما با توجه به کارتون سرعتتون حداقل 100 باشه. گفتم نه 24 اینجا خیلی خوب هستش، اینجا واقعا 24 کار ما رو به نحو احسن راه میندازه و ما تقریبا ماهانه 1500 گیگ اینترنت استفاده میکنیم و همه هم فرت و فرت صفحا باز میشن واسمون راحت و آپلود هم همینطور. دو تا نکته داره حرف مینا، یکی اینکه سرعت متوسط استفاده توی کشور ترکیه طبق آمار 24.2 مگابایت پر سکنده، این میانگین کشوره، چون مثلا تو استانبول میگن سرعتی که میدن به خاطر اینکه قوی تر هست بیشتره، شهرهای دیگه که میره همینجور سرعتی که میتونن ارائه بدن میاد پایین تر. نکته دومی که گفت در مورد حجمیه که استفاده میکنیم توی ترکیه، اینی که ما مثلا میگیم 24 سرعتمون، ما سرعت رو میگیم حجم رو نمیگیم، در حالی که توی ایران حجم رو میخرن. حجم نامحدود معمولا توی ایران وجود نداره، یا از بچه‌ای که تو کشورهای خارجی دیگه زندگی میکنن پرسیدیم، گفتم ببین تا یه حدی همونیه که میدی، اگه از اون حد بیشتر مصرف کنی، حجم بالاتری مصرف کنی، سرعتت میاد پایین تر. که حالا من نمیدونم اینجوری هست یا نه، خیلی دوست دارم اونایی که زندگی میکنن کامنت بذارن، ولی چیزی که ما دیدیم با این سرعت 24 که ما داریم نه هیچ فرقی نمیکنه. ما حجم کاری که استفاده میکنیم بسیار بالاست، چون ویدیوهای خیلی زیادی رو توی یوتیوب میبینیم برای اینکه میخوایم تولید محتوا بکنیم. خیلی از چیزا رو برای کانال سومی که در مورد فوتبال داریم، خب من ویدیوها رو بازی‌ها رو توی یوتیوب نگاه میکنم و تحلیل و آنالیز بقیه کانال‌های رقیب اونم که داریم، من همه اینا رو توی یوتیوب دارم می‌بینم. یه سری برنامه مرتب رو هم من از تلویزیون نمی‌بینم، از توی یوتیوب می‌بینم. و از اون طرف هم برای 3 کانال این همه محتوا رو داریم در طول هفته و ماه آپلود می‌کنیم و هیچ مشکلی از نظر حجم تا حالا نداشتیم. قیمتش هم به نظر من خیلی مناسب بوده. بریم سر قیمت. بریم. قیمتش رو اگر بخوام بگم، اینجا برای ترکسل قیمت از 250 شروع میشه تا 535 برای یک ماه. اون کمترینه برای 16، برای آخری برای اون 100 است. برای کابلونت ترکسل از 355 تا 500. چه؟ خواستم بگم که بچه ها، گفتم قرارداد 2 هستش، شما مثلا سرعت 24 رو انتخاب میکنی، وقتی که قرارداد 2 24 بستی دیگه نمیتونی توی این 2 بگی آقا این زیاد هست سرعتش 16 میخوام، ولی میتونی 24 تو سرعت بالاتر ببری، 35 میشه سرعت 35 ببری، بعد 2 که تموم شد دوباره میتونی سرعت تا حالا اون پایینه بگیری یا بالاتر بگیری و پولش هم راحت میتونین ماه به ماه پرداخت بکنین، چون هر کدوم از اینا رو که عضو میشین یه اپلیکیشن دارن که عضو اپلیکیشنشون هم میشین، سر موعد ماه که میشه یه پیامک براتون میاد که آقا این مثلا شما باید این ماه اینقدر پرداخت بکنی، اینترنتی پرداخت میکنی، هیچ مشکلی نداره. به نظر منم اینایی که ماهانه میگیرن خیلی به صرف است، چون بچه‌ای که حجم میخرن دیدیم براشون گرونتر در میاد، خیلی گرونتره. بعد وقتی که ماه تموم میشه شما مثلا پیامک اومده یادت رفته پرداخت کنی، گفتی حالا بعدا پرداخت میکنم، اینترنت چجوری میشه؟ اول میاد مثلا سخت باز میکنه، مثلا یوتیوب رو سخت باز میکنه، پولش رو پرداخت نکردی، بعدش دیگه مثلا چیز میکنه، مثلا یوتیوب باز میکنی مثلا 2 طول میکشه تا یه صفحه باز بشه، بعد میفهمی ای من پرداخت نکردم، میری پرداخت میکنی و همون لحظه ای هم که پرداخت میکنین سرعت برمیگرده، یعنی ساعت مثلا 8 متوجه مشکل میشی، 8:05 پرداخت میکنی، 8:10 سرعت برمیگرده به حالت گذشته. ودافون از 400 لیر تا 666 لیره، که اون 666 برای 500 مگابایت پر سکندشه، یعنی اون جدیده که خیلی سرعت عجیب و غریب بالایی داره که من تا حالا نگرفتم. اونایی که حالا تا حالا از این سرعت عجیب غریب استفاده کردن برام جالبه که بگن. و حرفی هم که مینازد درسته، به نظر من برای شخص به درد نمیخوره، ما خودمون تازه شخص حساب نمیشیم، ما تقریبا مثل شرکتیم که چون داریم تولید محتوا میکنیم حجم زیادی از اینترنت رو مصرف میکنیم، بنابراین مصرف ما تازه بالاست. این که حالا یه آدمی مثلا نیازش از این بیشتر بشه من واقعا بعید میدونم. دقیقاً بچه‌ها، ما تو خونه‌مون 2 لپتاپ، یه سره داره از یوتیوب استفاده می‌کنه، یکیش من یکیش رضا، گوشیامون هستش، این چیز خودمون حالا آپلود و این چیزا می‌کنیم، واقعا واسمون اصلا کم نمیاد.
ترکنت از 260 لیر شروع میشه، سقفشو نزده بود، اما چیزی که خود ما برای اینترنت خونگی استفاده میکنیم ترک تلکامه. ترک تلکام قیمتی که تو سایت زده از 370 تا 470ه، اما این قیمت برای کسیه که برای اولین بار میخواد ثبت نام بکنه. اگر شما جز کسایی باشین که 2 سال داشتین، 2 سال دیگه تمدید بکنین، یه آفی میخوره که از این کمتر میشه. مال ما الان چند شد؟ 380 لیر. ما الان 380 میریم در حالی که 16 کف نیستیم، ما 24ایم، ولی تقریبا داریم اندازه 16 یا پول میدیم به خاطر اینکه 2 سال دوممونه که قرارداد بستیم. اما این نکته مهم، ما چون دیر رفتیم این کارو بکنیم، 2 ماه مجبور شدیم یه عدد عجیب و غریب بالایی بدیم. چقدر دادیم؟ 800 لیر. یعنی شما اگر قرارداد نداشته باشین و استفاده بکنین، یعنی عملا نیاین قرارداد 2 ساله ببندین که برای اون 2 سال رو براتون ماه به ماه قرار باشه واریز بکنین براشون، یه دفعه بخواین ماه به ماه برین جلو، اونا 800 تا ازتون میگیرن. مال 24 تازه. مال 20 آره، چون یعنی خیلی ضرر میکنین. بهتره که همون 2 ساله رو تصمیم بگیرین و باهاشون برین جلو که قیمت مناسبی داشته باشین. حالا یه مقایسه با ایران اگه بکنیم، اینه توی ایران، من همین قبل ضبط ویدیو رفتم نگاه کردم، اینترنت شاتل برای خونگی بالاترینش 16 مگابایت پر سکنده. یعنی بالاترینی که توی ایران وجود داره به صورت عرفی میشه معادل پایینترینی که توی ترکیه وجود داره. اونایی که استثنایی میرن یا دستشون بازه یا میتونن یه کارایی بکنن از بعضی جاها با نامه بگیرن، من اونا رو کاری ندارم. مردم عادی که میخوان خرید بکنن بالای 16 دیگه نمیتونن بخرن. بس موبین نت و اینا همین حدودا فکر میکنم همینه. من شاتل میگیرم. 24 اینا هم نداره، یعنی نمیدونم، بچه‌ای که استفاده میکنن بگن که داره، ولی من میدونم شاتل نداره. حالا اگر برای طرح ویژه‌ای برای مثلا شرکت رو دارن و اینا، من در جریان نیستم. قیمتش هم نگاه کردم، شاتل 315,000 تومان برای اون سقفه بود که یعنی طرح تلاش بود. همین گیگش واقعیتش من متوجه نشدم، حجم مصرفی رو بعضیاشون زده بودن بعضیشون نزده بودن. آه. چون میدونم تو ایران چیزی به اسم نامحدود نداریم، ولی اگر نامحدود داریم بازم خوشحال میشم بچه‌ها پیام بذارن، چون دیگه اینترنت و شما داریم رو از طریق اینترنت میبینین، قطعا میدونین که این با این اینترنتی که اومدین قیمت مناسب چیه، که اگر کامنتاتون هم بقیه بخونن متوجه بشن کدوم کمپانی قیمت مناسب تری داره تا برن از اون بخرن که به نفعشون بشه. یه چیز دیگه هم که تو ایران وجود داره وی پی انه. چون شما وی پی ان استفاده میکنین کلا سرعت براتون یکم میاد پایین تر و این دیگه طبیعیه. ما الان تو ترکیه هم بعضی از سایت ها باز نمیشن. توی ترکیه سایت های قمار و سایت های مستهجن به قولی باز نمیشن. شما اگر علاقه دارین که مثلا تو این سایت های قمار رو شرط بندی بریم، کجا میدونی؟ باز نمیشه آخه اینا، سایت های قمار باز نمیشه. سایت های مستهجن که اصلا یه قانونه که تقریبا تو تمام کشورهای دنیا باز نمیشه، یعنی به غیر از آمریکا تا جایی که من میدونم همه کشورهای دنیا این قفل رو روش دارن. باز اگه کشوری نداره بگین، شاید هلند نداشته باشه، حالا با توجه به چیزی که ازش شنیدید، ولی همه کشورهای دنیا این قفل رو برای سایت های مستهجن دارن. توی ترکیه چون کشور مسلمونه، توی سایت های شرط بندی هم اینو داره. برای همین خیلی ها مثلا علاقه دارن سایت های شرط بندی برن اون بتا های مختلفو مثلا شرکت بکنن. اینو باید بدونن توی ترکیه همه اونا رو مجبورین با وی پی ان وارد بشین، که وقتی هم با وی پی ان وارد میشین بدونین توی ترکیه استفاده از وی پی ان جرمه. یعنی اگر بخوان به قولی خفتتون بکنن و کاری بکنن، میتونن به عنوان جرم بیان بالا سرتون، چون قشنگ مشخصه دیگه. شما وصل شدی مثلا به ترک تلکام، بعد از یه جایی به بعد اینترنت داره مصرف میشه ولی نمیفهمی شما کجایی، خب معلومه که داری از وی پی ان استفاده میکنی، بنابراین میتونه پیگیری کنه که تو داری از چه فضایی استفاده میکنی، چی داری میبینی که ما وی پی ان گذاشتیم روش فیلترش کردیم ولی تو داری استفاده میکنی. سایت های شرط بندی یه مقدار از این نظر روشون حساسن. این وی پی ان بامزه. تو ایران که رفته بودیم مشکل وی پی ان داشتیم، مشکلمون چی بود؟ بچه ما وارد ایران شدیم، خب اول چیز کردیم گفتیم که خب بریم توی اینترنت چک کنیم و اینا، بعد یهو دیدیم خب اینستا فیلتر هستش، اینا حواسمون نبودش. بعد گفتیم که خب وی پی ان نداریم ما، که وی پی ان بریزیم. گفتن که خب برای ریختن وی پی ان باید بریم تو گوگل پلی. گفتن خب گوگل پلی هم فیلتر هستش. بعد گفتیم که یکی واسمون بفرسته.
بعد میخواستن چیز توی واتساپ برامون بفرستن، گفتن که واتساپ هم فیلتر هستش. یعنی ما وی پی ان میخواستیم ولی باید وی پی ان میداشتیم که بتونیم وی پی ان دانلود بکنیم. چیزی که مثل تو ایران عرفه اینه که شما وقتی یه کاری میخوای بکنی اینه که اول یه وی پی ان بری یکی از این جاهایی که موبایل و اینا دارن بریزن رو گوشید که با اون وی پی ان حالا همه چی باز بشه. شنیدم 300-400 هزار تومان در ماه هم برای اون وی پی ان باید بدین، و اگر میخواین یه وی پی ان درست حسابی داشته باشین که خب اون هزینه هم هزینه بالاییه، ولی اون وی پی ان که مثلا سایت های شرط بندی رو توی ترکیه باز میکنه همون رایگانه هم باز میکنه. یعنی ببین حساسیتی روی این ندارن که باز بشه، ولی خب دوست دارن رد این که دارین چیکار میکنین رو داشته باشن. فکر کنم اگه جایزه خیلی بزرگی ببری اون موقع میان بالا سرت میگن آقا بیا نس. آره پول رو کجا آوردی بیا ما بده. این در مورد اینترنت خونگی که خیلی دوست دارم کسایی که کشورهای مختلف زندگی میکنن و اونایی که علل خصوص توی ایران هستن کامنت بذارن که برای بقیه راهنمایی بشه که با دیدن اینکه از کجا استفاده میکنن قیمت مناسبتر و سرعت مناسبتر داشته باشن. بعد میره سراغ اینترنت موبایل. اینترنت موبایل و اون سه تا شرکت اصلی فقط دارن، تورکسل و ودافون و تورتلکام. تورکسل چیزی که من دیدم از 114 لیر تا 280 لیر برای اونایی که ماهانه باز بخوام بگیرن اینترنتو داره که حجمش محدوده. اون مثلا میگه 15 گیگ میتونی مصرف کنی و مثلا 2000 دقیقه هم مکالمه داری. بر اساس یه مقدار پیامک هم داری. آره. بر اساس مکالمه، پیامک و حجم اینترنت یه عددی بهتون میده که من اونا رو معادل همدیگه‌ش رو نگاه کردم. تورکسل 114 تا 280، تور تلکام 140 تا 280، ودافون از 135 تا 165. و برام جالب بود که ودافون به صرفه تره. با اینکه بچه‌ها ودافون سیم کارتشو که داشته باشی توی کشورهای دیگه هم میتونی از سیم کارتش استفاده بکنی. و اگر اینو مقایسه بکنین با اینترنتی که همراه اول و ایرانسل میدن، چیزی که تجربه خود من بود اون زمانی که بودیم این که اینترنت همراه خیلی گرون بود. یعنی اصلا نمیصرفید. یعنی من واقعا نمیدونم کسایی که الان دارن ما رو میبینن دارن از اینترنت همراهشون میبینن یا حتما اینترنت خونگی دارن، چون تا جایی که من یادمه اینترنت همراه ها بالا هر کدوم از اپراتورها بود سرعتش کم بود و از اون طرف که نه تنها کم بود و یعنی خیلی سخت بالا میمد خیلی هم گرون بود. همه جا هم آنتن اینترنت نداشتش و یعنی یه سری جاهای خیلی کم اینترنت بودش، بعدش خیلی سخت بودش. این میشه محصل این که به نظر شما ببینید که حالا اینترنتت که توی ترکیه میخواین بگیرین چجوریه. برای اونایی که مسافرتی میان و 3-4 روز هستن که شما یه اینترنت میرین از حالا مثلا تو ویدیویی که براتون نشون دادیم که خیابون استقلال رو داشتیم به کلش رو بهتون نشون دادیم، فکر کنم از 40-50 دقیقه ویدیو بود، نشون دادم که هم نمایندگی تورکسل هست هم تورک تلکام هست هم ودافون هست، تو یکی از اونها میتونین برین و یه سیم کارت بخرید. اصلا توریست سیم کارت دارن دیگه، میتونین فکر میکنم قیمتش هم حدود 700 لیر باشه که میتونید ازش استفاده کنید. علت این که اینقدر گرونه اینه که شما مشتریش نیستین. شما وقتی مثلا اینایی که من میگم ماهانه پرداخت میکنین به خاطر اینه که شما رو مشتری میدونه که قراره مثلا 1-2 سال بهتون خدمات بده، برای همین قیمتش میاد پایین. مثلا ما ماهی چند پرداخت میکنیم؟ ما الان که دو برابر شده فکر کنم 240. ما 120 بودیم فکر کنم، یعنی همراه یعنی کلا گوشیمون که اینترنت داشته باشه و حالا اون پیامک و اینا داشته باشه. اینم باز 2 سال است. 120 بوده الان شده 240، دو برابر شده. یه چیزی هم بگم، اون اینترنت خونگیمون هم که الان 380 قبلا 160 بود. 2 سال، آره توی این 2 سال 160 بود. یعنی از دو برابر هم اینترنت ما گرونتر شده. یعنی اگه الان مثلا توی ایران دارن اینترنت رو گرون میکنن، باز الان من این حرفو میزنم میگن شما سایبریای نظامین اومدین میگین که دارین توجیه میکنین که چرا تو اینترنت تو ایران گرون داره میشه، شما داری میگی نه اینجا هم گرون شده. خب شده چیکار کنم؟ چرا انقدر گیر میدید به آدم آخه؟ چرا انقدر توهم بعضیا دارن که آقا ما از طرف کسی هستیم؟ من اصلا متوجه نمیشم واقعیتای یه جایی رو گفتن. یعنی اصلا مگه یوتیوب فضایی نیست که آدمای عادی بشینن جلوی دوربین و از واقعیت‌های زندگیشون تو جاهای مختلف بگن تا مردم بتونن استفاده کنن و ببینن اونجا رو به عنوان هدف انتخاب بکنن یا نه. خیلیا با ویدیوهای ما به این نچه رسن که ترکیه زندگی نکنن به خاطر هزینه‌هاش، به خاطر نبودن کار، به خاطر هزینه‌های بالایی که برای اقامت باید بکنن. خب پس یعنی ما داریم به ضرر دولت ترکیه کار می‌کنیم و دولت ترکیه باید شاکیش بیاد ما رو بگیره. واقعا اینطور نیست، خود اونا متوجه میشن. من اگر حرف نامربوطی بزنم، اطلاعات غلطی بدم، اطلاعات غلطی رو به دولت ترکیه نسبت بدم،
آره جرم مرتکب شدم، ولی وقتی دارم اطلاعات دقیق و درست با عددهایی که مال خود دولت هست اعلام میکنم، خب اونا میگن ما کشورم یه سری مشکلات داره، یکی هم که اینجا داره زندگی میکنه داره میگه. خب چه بهتر، مردمی که اینجا میان میفهمن که این مشکلات هست، الکی از ما توقع بیجا ندارن. از اون طرف میای تعریف میکنی، میگن تو میخوای مثلا باعث بشی که مردم ایران پولشون رو بیارن ترکیه. آقا الان شما پولتون رو بیارین ترکیه واقعا بر من تاثیر نداره، درآمد زندگی ما کاملا از یوتیوبه. خیلی ها فهم میکنن آخه یوتیوب درآمد خیلی فوق العاده ای نداره و مثلا مگه میشه با یوتیوب فقط زندگی کرد؟ واقعیتش اینه که یوتیوب درآمدش مناسبه برای زندگی کردن، ولی نه با یه کانال. جالبه که بچه‌ها یه نفر به همون پیشنهاد کار داده بود، کلا مثلا توی یه فضای دیگه و اینا، گفتیم که آقا نه ما مثلا از این شغلمون راضی هستیم و اینا. گفته بود یعنی واقعا شما میخواید که با یوتیوبری درآمد زندگیتون رو داشته باشید کلا؟ من فکر کردم که مثلا واسه اوایلش یوتیوبر شدید و بعدش مثلا یه کار درست میخواید داشته باشید. آره اون... یعنی چی کار درست؟ اونجا فهمیدیم که یوتیوبر خیلی کار درستی نیست از نظر خیلی. ولی واقعیتش اینه که خب شما دارین آدمای خیلی موفق و بزرگ توی یوتیوب مثل آریا کیوکسر، مثل پوتک، مثل فرشاد سایلن، مثل خوتن، خیلی از همینا که ترکیه هستن یا ترکیه بودن و الان رفتن داری میبینید. با درآمد یوتیوبری کاملا میشه تو ترکیه زندگی کرد و ما هیچ نیازی به این نداریم که کسی بخواد از طریق ما خونه بخره، کسی بخواد از طریق ما اقامت بگیره. اصلا این چیزا به درد ما نمیخوره، اصلا درآمدش عددی نیست که به درد ما بخوره. بنابراین ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو شغلی که داریم و تولید محتوایی میکنیم که درآمدم برامون داره و طبیعتا اگه نداشت شاید ادامهش نمیدادیم و برای ما این قضیه تاثیرگذار نیست. خدافظ.